بارم خدا و سلام بر شما. با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو در تلاش است تا با امارات اسلامی روابط برقرار کند. رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه گفت است که کشورش میخواهد همه گروه های قومی در افغانستان در اداره کشورشان مشارکت داشته باشند. پوتین تاکید کرده است که ما هر کاری انجام میدهیم تا وضعیت در افغانستان عادی شود. او تصریح کرده است که ما تلاش میکنیم با نیروهای سیاسی که اوضاع را کنترل میکنند روابط برقرار کنیم. این در حالی است که روسیه امارات اسلامی را تاکنون از فهرست گروههای تروریستی خیش خارج نکرده است، اما با امارات اسلامی روابط نزدیک دارد و دیپلمات‌های آن را در مسکو پذیرفته است. در همین رابطه امشب بیشتر بحث میکنم با مهمانانم. هر یک آقای عمران افغان تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو، آقای صمد کارمند آگاه روابط بین الملل از آلمان و همچنان آقای نور احمد خالدی کارشناس مسائل سیاسی که از استرالیا با ما وصل هستند. آقای خالدی شما را به بحث خوش آمدید میگم. با بررسی کردن عملکردهای روسیه در حال حاضر به چه نتیجه میتونیم برسیم؟ آیا روسیه به دنبال تعامل مثبت و رسمی با امارات اسلامی است، یا به تعریف ساده بگوییم که آیا روسیه به دنبال به رسمیت شناسی همین حکومت است؟ سلام محترم. روسیه منافع زیاد داره در منطقه و افغانستان. رفتار روسیه در مقابل امارات اسلامی کجدار و مریض گفته میتونیم. در اول با امریکایی‌ها بسیار نزدیک همکاری کرد، قسمی که دوست ما فرمودن در ازبکستان جنوبی پایگاه امریکایی‌ها بود، طیارهای امریکایی که پرواز میکرد در افغانستان بمباران میکرد، همچنان خدمات لوجستیکی برای سربازهای امریکایی و گروه مقاومت ضد طالبان در افغانستان فراهم میکردن. همچنان اتحاد روسیه وقت برای امریکایی‌ها اجازه پرواز است فضای خود میداد که به افغانستان بیاید، و یعنی در اتحادی ضد امارت اسلامی وقت سهم گرفت روسیه. اما امروز شرایط فرق کرده، شرایط به این معنی فرق کرده که خطوط همکاری های بین المللی در جهان غرب با روسیه برهم خورده. روسیه از نفوذ گروه های تروریستی به آسیای میانه میترسه و از او احساس خطر میکنه. بله. و اکثر این گروه ها قبلا با طالبا همکار بودن. در ظرف 20 سال جنگ طالبا دوش با دوش طالبا یا جنگیدن، جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی چین، جنبش تاجیکستان، قرقیزها، یا همشون با طالبا همکار بودن. در همچنان گروه های که از پاکستان با طالبا همکار بودن، و این در برای تمام کشورهای آسیای میانه احساس خطر وجود داره. بر علاوه از این، جنبش داعش خراسان خطر جدی برای آسیای میانه است. به این خاطر این کشورها از طالبا این خطر موجود داره که امریکا طالبا با طالب با امریکایی پروتکل های مخفی امضا کردن، و این پروتکل های مخفی بر ضد روسیه و چین هست که یقینا وجود داره، و امریکا تلاشیست که دوباره با طالبا را متعهد به اجرای امو توافقات مخفی کنه که با او در دوحه امضا کرده، و او یکی از اوهایی است که آسیایی اجازه بده از افغانستان، از خاک افغانستان به امریکا مراقب این گروه های تروریستی باشه. و روسیه و چین احساس خطر میکنن که این گروه های تروریستی را امریکا بر ضد این کشورها استفاده خواهد کرد. بنابراین اینجا روسیه منافعش است که طالبا را بتونه به نحوی از امریکا دور کنه، به خود نزدیکتر کنه، و همچنان چین میخواه جای امریکا را در افغانستان پر کنه. و اگر توافق هایی هم که طالب کرده باشن با امریکا، با در نظر داشت شرایط جدید و با برنامه های اقتصادی، پولی، مالی، تجارتی، طالب ها را مکلف به این بسادن که او تعهدات اجرا نکنن، و همچنان فشار پاکستان در این قسمت موجود داره، چون دوست بسیار نزدیک چین از پاکستان که ای طالبان نتانه با جنبش اسلامی
ترکستان شرقی همکاری کنه بر ضد چین در ایالت سینکیانگ. طالبایی باید گفتن که ما کار با او نداریم و بله. آقای خالدی، اما بحثی است که وقت خود امارت اسلامی به همی کشورها بارها اطمینان میده که قرار نیست از آدرس افغانستان متضرر شوند، بازم نگرانی به خاطر چی باقی میماند؟ چرا نمیتونن همی کشورها مستقیما اعتماد بکنن؟ برای اینکه طالبا با در توافقات دوحه با امریکایی ها توافقاتی کردن. اگر ما مردم در افغانستان بسیار گپ در این مورد نمیفهمیم، این کشورها میفهمند. هم منابع استخباراتی چین، هم منابع استخباراتی روسیه و هم از آسیای میانه ایره متعلی هستند که طالبا تعهداتی در مقابل امریکایی ها دارند، تعهداتی در مقابل پاکستان دارند، از این خاطر یا نگران ایگی هستند. برنامه باز هم خوش آمدین. آقای خالدی، تاجیکستان یکی از همسایه های افغانستان است که از آغاز تحول سیاسی تا حال شدیداً نگرانی هایش را از آدرس افغانستان ابراز کرده. با همکاری روسیه روزها رزمایش های نظامی را در مرز با افغانستان اجرا کردند. حالا قسم کاخهای افغان اشاره کرد به بسیاری از مخالفان سیاسی افغانستان هم در حال حاضر دفترهای علنی دادن و اونجا فعالیت میکنن. فکر میکنین که روسیه قضایا در افغانستان را از عینک تاجیکستان بررسی میکنه و یا هم بررسی های خاص خودش را داره؟ نه خیر، ببخشید، روسیه بررسی های خود هم داره. اینجا به اصطلاح دم سگش رو نمیده. تاجیکستان درست است که وابستگی های قومی و زبانی با یک تعداد از مخالفین دولت طالبا داره که کوشش میکنه به اون وفادار باشه و در عین زمان نگرانی های امنیتی خود از گروه توریستی در افغانستان داره. اما در روسیه وسیع تر فکر میکنه. بر روسیه تمام آسیای میانه مطرح است. منافع ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان و حتی چین و قرغیزستان اهمیت داره. به این خاطر و کمی با دیدی وسیع تری را میبینند و از این خاطر من فکر نمی کنم که روسیه خود وابسته بسازه به سیاست های تاجیکستان. بله، حداقل با در نظر داشت موارد این بحث گفته میشه. آقای خالدی، روسیه و تاجیکستان از هم پیمانان یک دیگر هستند، پایگاه بزرگ نظامی روسیه در تاجیکستان وجود دارد، همواره بحث نرسیدن ناامنی ها از جانب افغانستان با آسیای میانه را تاجیکستان پیش کشیده، در کنار از او به همکاری خود روسیه تاجیکستان تانسته از رزمایش های نظامی را در مرز با افغانستان داشته باشه و حال هم با همکاری روسیه قرار است که یک کمربند امنیتی را در مرزش با افغانستان داشته باشه. موضوع خطر امنیتی برای تاجیکستان خود دولت طالبان نیست یا اردوی طالبان نیست. موضوع ایست که افرادگرایی در افغانستان است. وقتی شما یک دولت افراطی مذهبی در افغانستان دارین که از لحاظ سیاسی بسیار نزدیک است با مخالفین سیاسی دولت تاجیکستان و ازبکستان و چین و قرغیزستان و قزاقستان و غیره کشورهای منه، خود به خود از این پتانسیل از این یا امکانات از این وجود داره که افرادگرایی بتونه رخنه کنه از افغانستان به کشورهای آسیای میانه. از این جهت نگرانی کشورها ایست که این گروه های افراطی قبلا در تاجیکستان می جنگیدن و قبلا در ازبکستان می جنگیدن، در چین همیال می جنگن و در افغانستان بودن، یا دوباره با ایجاد شدن یک فضای مساعد افرادگرایی اسلامی در افغانستان یا دوباره بالا پر پیدا نکنن و نه تنها نتمی شرایط تغییرافتی افغانستان استفاده کنن بر ضد کشورها. موضوع سر عزیز به این خاطر چین هم دو پایگاه نظامی برای تاجیکستان ساخته، روسیه هم داره و این کشورها از این نگران هستن. پیشتر دوست ما گفت که امریکا توافقات مخفی با طالبان نداره، در حال که این واقعیت است داره. از وقتی که امضا شد توافق نامی دوحه و بعد این خلیل زاد رفت در کانگرس امریکا،
بحث بالای چیزای دوحه پروتکل های مخفی در پشت درهای بسته در کنگرس امریکا انجام شد. بله آقای خالدی، همین که میگین که تفاهم‌نامه های مخفی بین امارات اسلامی و امریکا وجود داره، منابعتون از کجا نشأت میگیره؟ خود کنگرس امریکا. وقتی که خلیل‌زاد رفت در کنگرس امریکا صحبت میکرد، این موضوع مطرح شد. از جانب دیگه شما فکر میکنین که امریکا دولت اشرف غنی را قربانی به خاطر چی کرد؟ به خاطر اینکه امریکا بتونه از افغانستان خارج شود؟ امریکا 120 هزار سرباز داشت در افغانستان و 120 هزار تانست به بسیار با آرامی و بدون تلفات و 12 هزار در زمان امضای توافقنامه دوحه تا او زمان ای تقلیل بده. وقتی که شما از 120 هزار تقلیل میتین به 12 هزار، 12 هزار به صفر هم بر امریکا مقدور بود بدون در چوکات امو توافقنامه امنیتی با دولت اشرف غنی امضا کرده. هیچ ضرورت نبود که امضای طالبان در قسمت بگیره. یعنی ای بر امریکا مقدور بود. امریکا چرا دولت اشرف غنی قربانی طالبا کرد؟ به خاطر اینکه طالبا تعهداتی از طالبا گرفته بود در این قسمت برای منافع استراتژیک امریکا در منطقه. این را همه می دانند. بسیاری ها در انستیتوت های مهم مطالعاتی امریکا این موضوع مورد بحث قرار گرفته و در او صحبت شده. و امریکا افغانستان از بهترین موقعیت برای کمک به ایالت مخالفین دولت چین دولت سینکیان میگیدانه. بله. و این توافق با طالبا داشت و طالبا این توافق انجام دادن بود. به ادامه برنامه باز هم خوش آمده. ناقای خالدی، کشورها درک کردن که در حال حاضر دیگر بدیل به جای امارت اسلامی ندارن و ناچار هستن که روابطشان را با همی امارت اسلامی سر سامان بتن. محترم، ای درست نیست. هیچ کس در اجبار قرار نداره، هیچ کس ضرورت به دولت امارت اسلامی نداره که او را مجبور به تغییر استراتژیشان بسازه. ما در 16 ماه می همراه توماس نیکلسون در بروکسل ملاقات داشتم و او برای ما تکرار کرده می سخنان را که شما فرمودین در مورد افغانستان و پرنسیپ امی موقفشان از روی یک اصل است، نه ای که نظر به بخاطر فشار آوردن با لای طالبا ای که میتونن. درست است بالای فشار آوردن یکی از احرم های فشار این مسائل دیپلماتیک است، اما این یک موقف اصولی است که جامعه اروپا و اتحادیه اروپا این اتخاذ کرده و ای افغان ها هم که با اتحادیه اروپا در تماس هستند تقاضایشان اینمی از اتحادیه اروپا است که اینمی پرنسیپ ها را حفظ کنند و این پرنسیپ ها را فدای مسائل کوچک روز نسازند. در این قسمت من سخنهای شما را تایید میکنم. ضمناً دو نکته دیگه را میخواستم عرض کنم. یکی که اگر ما فکر کنیم که ناکامی سیاست امریکا در ایجاد حکومت ائتلافی در افغانستان بعد از امضای توافقنامه دوحه، رفتن اشرف غنی از افغانستان در دقیقه 99 بوده، ما اشتباه فکر میکنیم. طالبا هرگز حکومت ائتلافی را موقتی را در افغانستان قبول نکردند و با خصوص وقتی که طالبا تا به چهار آسیا و پغمان و سروبی رسیده باشند دیگه به این صورتی را قبول نمیکنند. یکی دیگه موضوعی که مردم فراموش میکنه ایست که ما امی به تازگی در پاکستان عمران خان حکومت خواهد دست داد به خاطر یک نزدیکی کرد با روسیه، ولی امریکا ای را از طریق فشار با اردوی پاکستان و سرقماندان قوای اردوی پاکستان عمران خان از کار برکنار کرد. بله. یعنی این نشان میده که امریکا در منطقه و در افغانستان در منطقه جنوب آسیا از قدرت دیپلماتیک و همچنین استراتژیک بسیار زیاد برخوردار است و به خاطر تأمین منافع استراتژیک خود هر کاری که خواسته باشه انجام میده. این هم باید در نظر بگیرید. بله، یعنی فکر میکنین که نزدیکی های امارت اسلامی به روسیه میتونه که هزینه کلان را در پی داشته باشه؟ خب روسیه کشور با نفوذ است در منطقه، امریکا نمیتونه روسیه را نادیده بگیره به این صورت.
هر قدر هم اگرش دلش نخواهه ولی اینه نمیتونه در نظر بگیره. اما نفوذ امریکا بالای طالبا هم در حدی نیست که بتانه جلو منافع روسیه را در افغانستان یا از روابط روسیه با افغانستان با دولت طالبا جلوگیری کنه. امریکا در اینجا در موقف سخت قرار داره، توافقهای با طالبا داره، منافعی در منطقه داره، در آسیای میانه داره، در مقابل ضد چین داره، در پاکستان داره، مخصوصاً اصلی اتمی پاکستان، امنیت اصلی اتمی پاکستان یکی از منافع بسیار استراتژیک امریکا هست. بنابراین در این قسمت امریکا میتونه یک توازن به یک توافق برسه با این مناطق کشورها که هم منافع خودش شوه هم در اینجا خطری برای بعضی کشورهای دیگه احساس نشه. در اینجا ای خوب این تضادهای مختلف از لحاظ استراتژیک منافع کشورهای مختلف در اینجا وجود دارد، این شک نیست. اما حوادث آینده رابط نزدیک اقتصادی طالبا با چین، پاکستان و روسیه شاید رهگشای موضوعات باشه یا رهنمای انکشاف حوادث آینده باشه. بسیار تشکر آقای خالدی.